کافئین یه ترکیب شناخته شده برای افزایش سطح انرژی بدنه. این ترکیب به افراد تو مبارزه با خواب کمک میکنه. این ترکیب طبیعی تو بسیاری از گیاها از جمله دونه های قهوه و چای پیدا میشه. بریم سراغ مضرات مصرف بیش از حد کافئین. شماره 1. استراب. مصرف زیاد کافئین میتونه منجر به استراب شدید بشه. فردی که استراب داره حتی تحت شرایط معمولی هم احساس بیقراری و مضطرب بودن میکنه. کافئین میتونه این شرایط رو براش بدتر بکنه. اگه این علائم رو تجربه میکنید، باید تو مصرف نوشیدنی های کافئین دار خیلی احتیاط بکنید. شماره 2. معده. اسیدهای موجود تو کافئین معده رو برای تولید اسید بیشتر تحریک میکنن. در نتیجه کافئین منجر به رفلاکس معده میشه. زیاده روی تو مصرف کافئین همچنین میتونه باعث ایجاد اختلالات معده مثل حالت تهوع، اسهال و نفخ بشه. اگه معده ضعیفی دارید، مصرف کافئین رو به حد اکثر 2 فنجان در طول روز محدود کنید. شماره 3. زنان باردار. زنان باردار باید به میزان کافئین مصرفیشون توجه ویژه‌ای بکنن، چون زیاد روی تو مصرف کافئین ممکنه منجر به سقط جنین یا زایمان زودرس بشه. کافئین یه ترکیب محلودرابه که به راحتی وارد جریان خون میشه. این ترکیب محرک و میتونه باعث افزایش ضربان قلب و سوخت و ساز در جنین بشه. همچنین مصرف زیاد کافئین رشد جنین رو به تاخیر میندازه. مادران شیرده نباید بیشتر از 2 فنجان قهوه در طول روز مصرف بکنن، چون کافئین موجود توی این نوشیدنی میتونه روی سطح آهن بدن و نوزاد اثر بذاره. قبل از اینکه بریم برای ادامه ویدیو، اگه از مطالبی که در اختیارتون گذاشتیم خوشتون اومده و دوست دارید ویدیوهای بیشتری در این باره ببینید، علاوه بر لایک کردن روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا از ویدیوهای جدید جا نمونید. شماره 4. بی اختیاری ادرار. کافئین احتمال ابتلا به بی اختیاری ادرار رو بالا میبره. بی اختیاری ادرار یک نوع اختلال مثانه است که فرد کنترل مثانه‌اش رو از دست میده. این موضوع منجر به ادرار ناگهانی هنگام خندیدن، سرفه کردن و عطسه کردن میشه. تو یک مطالعه 12 فرد میانسال که دچاره مثانه پیشفعال بودن، به ازای هر 4.5 کیلوگرم وزن بدن، 2 میلی گرم کافئین در روز مصرف کردند. نتایج این مطالعه نشون داد که شرکت کنندگان افزایش چشمگیر تکرر و بی اختیاری ادرار رو تجربه کردند. شماره 5. پوکی استخوان. مصرف زیاد کافئین میتونه خطر ابتلا به عارضه پوکی استخوان رو بالا ببره. کافئین با جذب کلسیم تداخل پیدا میکنه و به همین دلیل منجر به پوکی استخوان میشه. این موضوع تو زنان مسن که به اندازه نیاز روزانه بدنشون کلسیم مصرف نمیکنن بیشتر به چشم میاد. زیاده روی تو مصرف کافئین میتونه باعث دردهای عضلانی هم بشه. اگه دچار کمبود کلسیمید، کافئین مصرف نکنید، چون شرایطتون رو بدتر میکنه. شماره 6. جوش و آکنه. بروز جوش و آکنه از عوارض کافئینه. همونطور که تو بالا اشاره کردین، کافئین سطح هورمون استرس رو افزایش میده که این موضوع یکی از دلایل بروز جوش محسوب میشه. کافئین همچنین میتونه تعادل بدن رو هم به هم بریزه و در نهایت منجر به جوش زدن بدنتون بشه. در آخر اینکه اگه دوست دارید مضرات مصرف بیش از اندازه چای رو هم بدونید، این ویدیو مخصوص شماست.